سلام دوستان، به کانال دایچ میت سمی خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه دستور پخت کتلت رو به آلمانی یاد بگیریم. میدونید این روزا کتلت خیلی غذای معروفی داره میشه توی کل دنیا. البته که دستور پخت من به خوبی دستور پخت نواب نیستش، ولی خب دیگه حالا با هم دیگه به آلمانی یادش میگیریم. کتلت پیازیشه فریکادلن، با من همراه باشید. خب، مواد لازم برای 4 نفر. Zutaten für 4 Personen. Zutaten، مواد لازم. 4 Kartoffeln. 4 Kartoffeln یعنی 4 تا سیب زمینی. 250 Gramm Hackfleisch. 250 Gramm Hackfleisch. 2 Eier. 2 Eier. Eine Zwiebel. Eine Zwiebel. Salz, Pfeffer, Kurkuma. Salz, Pfeffer, Kurkuma. Und Öl zum Anbraten. Öl zum Anbraten. خب، اینها مواد لازممون بودن. بریم با هم دستور پخت رو به آلمانی ببینیم. Zuerst die Kartoffeln und die Zwiebel fein reiben. Zuerst die Kartoffeln und die Zwiebel fein reiben. اول سیب زمینی ها رو و پیاز رو فاین، یعنی اینکه بارنده کوچیک، رایبن یعنی رنده کردن. دان داس هکفلایش دی آیا سووی داس زالتس دین پفر اند دی کورکوما هینزوفوگن. دان داس هکفلایش دی آیا سووی das Salz, den Pfeffer und die Kurkuma hinzufügen. بعدش گوشت چرخ کرده رو، تخم مرغ ها رو و نمک، فلفل و زردچوبه رو بهش اضافه کنیم. اضافه کردن، hinzufügen، اضافه کردن. چیزی رو به چیز دیگری اضافه کردن. Jetzt das Ganze gut mit den Händen kneten. Jetzt das Ganze gut mit den Händen kneten. حالا همه اینها رو خوب با دست ها ورزش بدیم. Aus dieser Masse mit nassen Händen Frikadellen formen. Aus dieser Masse mit nassen Händen Frikadellen formen. از این ماسه، یعنی می نویسم براتون معنیش چیه، یعنی از این چیزی که الان درست کردیم با دست های خیس کتلت ها رو فرم بدیم. دی فریکادلن فون beiden Seiten goldbraun anbraten. Die Frikadellen von beiden Seiten goldbraun anbraten. همون کتلت ها رو از هر دو طرف goldbraun یعنی طلایی قهوه‌ای سرخ کنیم. میتونستیم هم بگیم دی فریکادلن فون beiden Seiten in heißem Öl goldbraun anbraten. یعنی که همون کتلت ها رو از هر دو طرف داخل روغن داغ طلایی قهوه‌ای سرخ کنیم. Nun sind die Frikadellen oder auf Persisch Kotelett fertig. Nun sind
die Frikadellen oder auf Persisch Kotelett fertig. Hallo Frikadelle ha. یا اینکه به زبان فارسی کتلت ها آماده هستند. زی کنن میت بروت اورا رایس گگسن ویردن. اونها میتونن با نون یا با برنج خورده بشن. گوتن اپتیت. نوش جان. گوتن اپتیت. دوستان همونجور که دیدین من توی جمله ها همیشه فیل رو به عنوان مصدر استفاده کردم. معمولا تو رسیپی ها به این صورت نوشته میشه، فیل در حالت مصدر میاد، ولی همینطور میتونستیم از پسیو استفاده کنیم. مثلا دی فریکادلن کنن میت رایس اودر بروت گگسن وردن. اون کتلت ها میتونن با برنج یا نون خورده شوند. یا اینکه دی کارتوفلن وردن فاین گریبن. سیب زمینی ها فاین یعنی خیلی کوچیک، رنده میشوند. میتونستیم از پسیو هم استفاده کنیم. حالا اگر شما میخواید این رسیپی رو به یکی از دوستانتون بدین، میتونید بگین دو موست زوئرست دی کارتوفلن und دی زویبل رایبن. دو موست زوئرست دی کارتوفلن und دی زویبل رایبن. و حالا بقیه جملاتون هم به همین صورت میتونید تغییر بدین دیگه. پس در واقع وقتی آدم میخواد یه رسیپی رو به کسی بده، فعل ها رو در حالت مصدر می نویسه یا اینکه در حالت پسیو، که بیشتر در حالت مصدر استفاده میشن فعل ها در دستور پخت ها. ولی شما اگر میخواین دستور پخت رو به کسی همینجوری بگین، میتونید مثلا بهش بگین تو باید اول این کار رو بکنی، بعد باید اون کار رو بکنی، که میتونید جمله ها رو اونجوری که دوست دارین تغییر بدین، افعال رو که دیگه الان دارید. خب دوستان، این بود دستور پخت کتلت، غذای خوشمزه ایرانی، و امیدوارم که این دستور پخت رو به دوستانتون بدین، این غذای خوشمزه رو همه باش آشنا بشن. با امید آزادی نواب عزیز و همینطور بقیه زندانهای سیاسی که بی دلیل تو زندانها هستند، این ویدیو رو اینجا تموم میکنم. امیدوارم که از این ویدیو راضی بوده باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون باشه.